بیانیه مشترک 78 پارلمانتر و شخصیت عربی از کشورهای اردن، مصر، مراکش، عربستان، بحرین، الجزایر، لبنان، تونس، یمن، عراق، سوریه و فلسطین، خطاب به دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترس. ضرورت اعزام هیئت‌های حقیقت‌یاب بین المللی به ایران و بازدید از زندان‌ها همزمان با شیوع ویروس کرونا. دو دانشجوی ایرانی نخبه که سخنگوی قضایی رژیم ایران خبر دستگیری آنها را اعلام کرد و 18 دستگیر شده دیگر که مجاهدین اسامی آنها را اعلام کردند و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در خطر شکنجه و اعدام هستند. رئیس کنونی قوه قضاییه رژیم ایران ابراهیم رئیسی است. وی نقش اصلی در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 دارد. 78 پارلمانتر و شخصیت برجسته عربی از اردن، مصر، مراکش، عربستان، بحرین، الجزایر، لبنان، تونس، یمن، عراق، سوریه و فلسطین طی بیانیه مشترکی اعلام کردند رژیم ایران تشدید سرکوب در داخل را با سرکوب مخالفان افزایش داده و همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران به جای کمک به مردم در برابر این ویروس نابود کننده موج جدیدی از اعدام‌ها را به راه انداخته است. سخنگوی قضایی رژیم ایران در 16 اردیبهشت خبر از دستگیری دو دانشجوی ایرانی نخبه امیر حسین مرادی و علی یونسی داد و اعلام کرد دانشجویان دستگیر شده در ارتباط با اپوزیسیون سازمان یافته ایران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی 18 نفر دیگر را اعلام کردند که توسط رژیم و در واکنش به تظاهرات و اعتراضات مردم علیه رژیم در سال گذشته دستگیر شدند. این 20 نفر مانند هزاران نفر دیگری که در سرکوب شدید رژیم علیه تظاهرات سراسری مردم در سال گذشته دستگیر شدند در معرض خطر شکنجه و حتی اعدام هستند. رئیس کنونی قوه قضاییه رژیم ایران ابراهیم رئیسی است. وی نقش اصلی در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 دارد. قتل عام شدگان عمدتاً هواداران و اعضای مجاهدین خلق ایران بودند. در ادامه بیانیه پارلمانترها و شخصیت‌های برجسته عربی آمده است: ما امضا کنندگان این بیانیه دستگیری این دانشجویان نخبه را قویاً محکوم کرده و هر گونه اقدامات سرکوبگرانه رژیم و تفتیش عقاید را که با کنوانسیون‌های ژنو و قوانین بین المللی مغایرت دارد نقض آشکار حقوق بشر می‌دانیم. ما خواستار آزادی دستگیر شدگان اخیر و دیگر زندانیان و فعالان سیاسی دستگیر شده هستیم، به ویژه در شرایط فاجعه آمیز بحران ویروس کرونا در زندان‌های تحت حاکمیت رژیم ایران. از دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران ویژه و رهبران جامعه بین المللی و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار آن هستیم که برای آزادی این دانشجویان سریعاً اقدام کنند و با اعزام هیئت‌های حقیقت‌یاب بین المللی به ایران و بازدید از زندان‌های رژیم با این زندانیان ملاقات نمایند. جامعه بین المللی نمی‌تواند و نباید اجازه دهد این رژیم از بحران ویروس کرونا در جهان به عنوان پوششی برای تکرار جنایت علیه بشریت و سرکوب و شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی استفاده کند.